هفته خبر تو خبر خبر داره براتون، از آخوند رئیسی که از بالا رفتن صدای مردم و شعارهاشون حسابی وحشت کرده. من تأکید دارم که نگذاریم در یک جایی یه جمعی بیان صدای مردم در یه جا در میاد بگیم که برای چی بوده، چی کار دارید. نه آقا، نگذاریم به این مرحله برسه. از اون طرف مجلسی ها که قرار بود رئیسی رو حلوا حلوا کنن، به قدری لگد به امامش دادن که صدای خودشون هم در اومده. مجلس باید قدردان و شکرگزار چنین دولتی باشد. نباید با نطقه های آتشین و احساسی یأس و نومیدی به جامعه تزریق کنید. سیاه نمایی در نطقه های مجلس ظلم به نظام و ملت است. نباید پشت دولت را خالی گذاشت. این عضو استبل ولایت هم اومد یه نطق غیر آتشین بکنه، بدتر یه سطل ناامیدی پاشید به سر و ریش بسیجیا. با وجود مشکلاتی که دولت داره، واقعا امکان در واقع طی کردن مسیر پیشرفت میسر نیست. الان خب همه میدونیم مشکلات جدی گریبانگیر کشور هست. این هم تصویری از پیشروی ماشین نظام روی پل بدبختی‌ها. Mandei ela arrochar que ela nem mexeu não. توی یه چنین وضعیتی معاون مشنگ آخوند رئیسی وعده تولید هلیوم میده. همین الان هم من با وزیر نفت صحبت کردم که اولین بخش تولید 10 تن هلیوم رو انشاءالله با اینا قرارداد ببنده، کارخونه ایجاد کنه. به صورت جد پشتیبانی خواهیم کرد که انشاءالله این کار را بیفته. اینجاست که مردم هم جواب این اورانگ اوتان رو اینطوری میدن. طرف پول ایران رو بی ارزش ترین پول دنیا کرده، بعد دنبال تولید هلیومه. کشوری را نام ببرید که بی ارزش ترین پول را دارد. ایران آفرینتان. میرین برین. این روزا پیچای عظما همینطوری در حال شل شدنه. بعد از جنگ و دعواهای باندی بر سر جنایت‌های پاسدار همدانی تو سوریه، یه چنین جنجالی به پا شد. حسین همدانی اگر وارد حلب شد، به عشق عم جان امام زمان وارد حلب شد. حسین همدانی زمانی وارد جنگ و زمانی وارد نبرد سوریه شده که از لحاظ حساب کتابای نظامی جنگ مغلوبه است. بعدم یه چنین روزه مسخره‌ای براش خوندن که یه وقت بسیجی ها آب روغن قاطی نکنن. در روی تو از نور حبیب است نشانی، سردار وفادار حسین همدانی، سردار وفادار حسین. با وجود این بحران و مصیبت ها، الان عظما توی چنین وضعیتی قرار داره. یادتونه آخوندا همش میگفتن خودشون ماهواره ساختن؟ حالا کارشناس مشنگ فضاییشون اومده گفته نه بابا، ما سفارش دادیم فقط.
ببینید ما این تا اونجایی که من اطلاع دارم این قرارداد قرارداد انتقال تکنولوژی نبوده، قرارداد طراحی و ساخت یک ماهواره و تحویلش بوده. منتها در حین این فرایند مسلماً همکاران ما در حوزه فضایی کشور، متخصص ما، مسلماً دانش خوبی رو کسب کردن. از این جور سوتیا توی نظام ولایت خیلی زیاده. مثلا قرار بوده توی این جلسه رئیس جدید اداره پست خراسان رو معرفی کنن، عکسش رو هم به در و دیوار زده بودن. بعد ببینید چی میشه. مجری ابتدا از زحمات آقای ابراهیم هزار جریبی مدیر کل سابق پست قدردانی کرد. اما در این لحظه پس از صدای تماس گوشی آقای اسکندر حلالخور عضو هیئت مدیره پست کشور، سخنان وی تعجب همگان را برانگیخت. آقای مدیر عامل تماس گرفتن، آقای خانی به عنوان مدیر کل استان معرفی. مجددا قرارداد رو خونیم. و این گونه در یک آن و در چشم هم زدنی سمت مدیر کلی پست خراسان شمالی تغییر کرد و آقای علی اکبر خانی به صورت خلق الساعه به عنوان سرپرست اداره کل پست معرفی شد. لورو تقدیم عزیزمون بکنیم و بنرهایی که دقایقی بیشتر دوام نیاوردند. چون جناب آقای هزار جریبی به آیان خدمت واضح شدیدی و طرف میخواست شمع یه پست و مقام جدید رو فوت کنه ولی نذاشتن. حالا که صحبت از سوتی بازار ولایته، یه سوتی هم از تیویریش ببینیم. 5 ثانیه وقت باقی مونده، فیروزپور از زیرگیرها رو نشون میده. 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان. مدال طلای فیروزپور رو به هموطنان عزیزمون، به مازندرانیا، به جویباریا، به خانواده محترمش تبریک میگیم. 6th مدال گرفتیم و جبران اون باختی که زینب اسماعیلی ما به آذربایجان داد برای نکشتگیر ما. ببینیم که آخرین لحظه، بله عذرخواهی میکنم، آخرین لحظه امتیاز رو دادم، یه اخطار دادم به کشتگیر ما. ببینیم که 2-1 و اینجا اخطاری که داده بودن تصویب شد متاسفانه. بله عذرخواهی میکنم. و این حجت الاسلام مشنگ گرام هم اومده فیگور آشنایی با فضای مجازی بگیره، اما سوت بلبلی میزنه. من تو اینستا هم هستم، تلگرام هم هستم، خب میدیدم همشو اسکرین شات گرفتم نگه داشتم برای خودم. شما فقط ببخش بیاد تلگرام فیلتر شده. نه اون زمانو میگم، ولی شما تلگرام فیلتر شده، بعد شما رو تلگرام برای بچه های ما مطلب میفرستین و اینا رو نگین، ملش کنین. خب بذار در مورد تلگرام یه نکته بگم. ما اگر از آسیب های تلگرام میترسیم، بستن راه تلگرام راه کار نیست. و اینم که فرمودید فیلتر شده، من شنیدم فیلتر شده، ولی مال من فیلتر نشد. چه جوری میشه؟ شاید یه چی یواشکی فیلتر شکن گذاشته. خلاصه این که آخونده هر وقت خواستن همه چی رو رو به راه نشون بدن، یه چنین فضاحتی بیرون زده. بازار آخوندا به قدری کساد شده که برای یه شعار سلام پس مانده هم باید دوتا گونی برنج به طرف بدن. کشور سلام بر مهدی، سلام فرمانده، سلام فرمانده، سلام فرمانده. تو مشنگستان نظام دعواهای باندی هم ادامه داره. کار به جایی رسیده
که برای نوه خمینی هم خط و نشون میکشن. دیدم شنیدم اون نوه امام گفته اگر من جای اینا بودم استعفا میدادم. حالا آدم متوجه میشه که چرا مقامات رهبری به ایشون به صلاحت نیست بیای رئیس جمهور بشی. آقای نوه امام اگر با این دید میرفتید جلو معلوم نبود ایران رو به کجا میرسوندی. درباره ضررهای ماهواره و اینترنت و گوگل حتما زیاد شنیدید، اما این یکی خیلی جدیده. هرچی ماهواره ها شدیدتر بشه ها، وضع امام زمان سخت‌تر میشه. هرچه جستجوها بیشتر میشه. یعنی یه روزگار یه زمانی بود خیلی کسی پیداش نمیکرد، الان راحت میتونن پیدا کنن. بنابراین سخت شده زندگی امنیتی حضرت، خیلی به سختی داره زندگی میکنه. در پایان مشنگستان سری هم به شورای شهر قلابی آخوندا بزنیم که بدون شرحه. آقا چشمونو بستیم رو واقعیتهای جامعه، شهر وله، ول رهاست. اون وضعیت سر چهارراه ها از نظر کودکان کار و تکدیگری و اینها، بابا اینجا پایتخت ام القرای جهان اسلام، اینجا تهرانه. در پایان توجه شما رو به تقلید صدای عجیب جلب کنیم که در نوع خودش منحصر به فرده. جامعه Oh!